مخاطبان شریف و عزیز سلام. بازم مرور بر مهمترین حوادث خاورمیانه ما انداختم. یک چیز دستگیرم شد که به هر اندازه که اینا اسرائیلیا به حمله زمینی نزدیک میشن، از رهبر تا عسکرش از دهانشان آتش باد میشه. خیلی به جوش آمدن. ای به نظر ما که اینا از جوش میافتند و بسیار نسبت به آنچه که میگویند چیزی به دست نمیارن. چرا تقریبا احساسات اینا را که من میبینم تقریبا احساسات آدم های ناپخته است. آدم ایران میمونه که اینا را کی نگاه کرده تاله. دیگه چیزی که در نظر ما در دستگیر ما میشه ایست که هدف ایران ای است که پای ارتش اسرائیل به درون غزه بکشه. پای از اینا را بخی برنامه است. امریکا پیش از پیش منطقه پرواز ممنوع را در آسمان اسرائیل برنامه ریزی کرده. چون جنگ کلان است میفهمند که این خلاصی نداره، دایره خود را وسعت خواهد داد. سخنگوی ارتش اسرائیل حتی کار به جای رساند، گفت که در صورت لزوم به هر نقطه از خاور میانه حمله خواهیم کرد. اما ما دینیمی گپ یک چیز نو نمی بینیم. اسرائیل همیشه در هر نقطه از خاور میانه خودسرانه حمله کرده و اتفاقا هیچ کسی هم جلوش گرفتن نتانسته. خیلی چیزی خب شاید اینا حالا ای که به هر نقطه خاور میانه حمله میکنن اعلام میکنن، معنای چیز که خاصتا پایگاه های ایران که 12 پایگاه بزرگ در سوریه داره اونا را هدف قرار بده. اسحاق هرتزوب رئیس جمهور اسرائیل، ای تو به نظر میرسه که در حال همینطور افتادن در یک باطلاق نازیزم است. رئیس جمهور ای آدم همه ای مردم فلسطینه که زیر بامهای خودشان له میشن هرد مادیره میگه همه اینها مجرم است. ما از اینجا فهمیدیم که اینا جنگ میبازن. میگه ما طبق قوانین بین المللی کار میکنیم و از نظر نظامی عمل میکنیم. قانون بین المللی همی است؟ اینی رئیس جمهور زیاست. ادبیات شما ببینیم طبق قوانین بین المللی و از نظر نظامی عمل میکنیم نقطه. همینطور گفته. خب میگم معلوم است که مسئولیت ای وضعیت بر عهده کل مردم فلسطین است. یعنی کسی برات نداره، غیر نظامی و نظامی نداره، همیشان درگیر بودن. ای که مثلا میگن غیر نظامی ها درگیر نبودن قطعا مطلقا درست نیست. این رئیس جمهور اسرائیل میگن. خب ما که نمیره خوندم زیر زبان خود گفتم که پس خود قائم کرده، اعلان خودت کردی. میگه اونا میتونن قیام کنن حماس سرنگون بسازن چطور چیکار. خب این کارخانگی هم میتوازده می حالت. ما میگه ما در جنگ هستیم، کاری که میکنیم درست است. میدونین اینی میره یک عسکر عادی نمیگه. اینا چرا میگن؟ به خاطر از اینکه اینا عادت کردن. در جنگ 6 روزه بین عرب و اسرائیل که عرب مکمل زبون شد و دستها را بالا کردن، اینا فکر کردن که ما موجودات از یک سیاره های جادویی هستیم که هر کاری از دست ما میاد. بله چی شد؟ او عادت تبدیل شد به دارایی دماغی شان. علتش از نظر ما البته اینی است. صفحه تلگرامی اسلاویان گراد میگه که بلینکن در پایتخت اسرائیل آمد. بلینکن خودش یهود است، گفت من یهود هستم، وزیر خارجه امریکا را بانن.
من به عنوان یهود پیش شما آمدم که چی؟ پس چرا نمیری در خط اول؟ بلینکن بزرگترین اشتباه خود مرتکب شد. تو خو میخیزی میری پس امریکا. کل جهان اسلام در قدم اول علی اسرائیل و خودش از نظر ذهنی چی کرد؟ بسیج کرد. ای چه رقم دیپلمات است؟ خب اصل گپ ایست که پدرکلان بلینکن در سال 194 یعنی 119 سال پیش همینطور بله اینا از قلمرو امپراتوری روسیه تزاری گریخته بودن رفته بودن به امریکا. چرا گریخته بودن؟ اینی مهم است. یهودی خودش یهودی از امپراتوری روسیه گریخته بود به امریکا. او وقت حکومت تزاری با یهودا کاری نداشت. اینا اصلا از دست اوکراینیا در کیف گریخته بودن که امو وقت اوکراینیا یهودا را میکشتن. ای اوکراین هم یک سرزمین عجیب و غریب است. گاهی با یهود می جنگه گاهی علی یهود عمل میکنه و همیشه در خدمت مثلا ضد یهود که ایتلر باشه علی کشور خود می جنگید. مثلا استپان باندرا اینی رقم یک سرزمین در هم و بر هم است. بلینکن هم درست همین رقم که ناتانیاهو از استپان باندریت ها این نواسای این مسئول قتل یهودان در اوکراین حمایت میکنه. جالب است با خدا ما که میبینیم بیخی رای خود گم کردن اینا. ای تو معلوم میشه که بلینکن از کسای حمایت میکنه که می پدر کلانش از دست از او گریخته بود. پس چی دیگه غیر از این؟ ای وضعیت شباهت داره به اسلام یک چیزی یک بیماری است به نام سندروم استاکولم. سندروم استاکولم است که یک حالت روانی است که در او یک آدمی که گروگان گرفته شده نسبت به گروگانگیر خود اقدر حس همدلی و وفاداری داره که حتی جان خود میته تا از او دفاع کنه. وقت خواهیم تو یک بیماری رو در بلینکن دیدم. خب صفحه تلگرامی اسلامگراد بازم گزارش کرد که اسرائیل کاملا آماده است برای پاکسازی غزه با مانور زمینی وارد قلب غزه می شود. چطور از گفته که ما میریم سر گلوی حماس لگد بگذاریم. خب یعنی تا ساعت بعد همه این منتظر تان است. البته اینا پیش از پیش یک سیستم لیزری ده که موشکار از جنوب لبنان و از غزه میخوان ردگیری بکنن یک سیستم جدید آوردن لیزری است. اون گنبد آهنین خب یکی درجا زد مثل موتر کونه صدا میکنه و اگر سه تا را بگیره دا تا دیگه از پیش تیر میشه. این سیستم لیزری را آوردن. از کجا آوردن؟ از امریکا. ایره هالل بیتون روزن روزنامه نگار اسرائیلی گزارش کرده. اینه میگه خب صفحه اسلامینگراد در این حال میگه که امریکا در حال آماده شدن برای بستن آسمان اسرائیل است. خب متوجه میشه که هیچ پهپاد نبیه هیچ هواپیمای نبیه. خب اینجا دیگه عملا همونطوره که ما گفته بودیم که امریکا را میخوان به جنگ خاورمیانه بکشانن اینی علایم است. چرا اینا وقوع جنگ در چندین جبهه پیش بینی کردن؟ حالا آمدن تا یک ساحه امن فضایی را برای اسرائیل ایجاد بکنن. دیگه گفتن هم میدونه که ما نیستیم دیگه پا همینطور که آمدن اعلان کرده آمدن اعلان جنگ کرده آمدن. این حال ایر نشریه اسرائیلی به نام ینت
گزارش کردی مسئله را، و در صورتی که جنگ در چند جبهه در بگیره، اینا آسمان اسرائیل حفاظت بکنند. اما خب خود از اینا به آسمان دیگه کشورها مرتب پرواز میکنن، بمباران میکنن، در حلب، در دمشق، و حال تازه چند ساعت پیش اینا در منطقه مرزی ابو کمال که بین که عراق و سوریه را با هم وصل میکنه، منطقه مرزی است، اونجا را بمباران کردن. چرا؟ به خاطر از اینکه قطارهای اکمالاتی ایران از اینجا میره به طرف سوریه. جنگ آغاز است، جنگ آغاز شدگی است. بمیشک در اینجا رئیس شورای امنیت اسرائیل، ما پیشتر گفتیم که رهبرای از اینا حالا مثلا مثل آدم های احساساتی، مثل کودکان احساساتی جوش میزنند، میگه اسرائیل تلاش میکند در دو جبهه وارد جنگ نشه. خیلی دو جبهه چیست؟ امیال در چند جبهه شما در جنگ هستین، با مردم غزه، با حماس، با حزب الله، با دمشق، با ابو کمال. رو پیشتر ما گفتم. خب یعنی چی؟ ای اظهارات اصطلاح رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل یک رقم مبهم است. اگر شما در غزه حمله بکنید، باید در دو جبهه بجنگید. در دو جبهه هم نه، باید در چندین جبهه بجنگید که منظورم از بلندگی های جولان هم است. حزب الله عقب نشینی نمی کنه و قبلا تجربه جنگ با اسرائیل داره. در اینجا یکی از کاربرای معروف در توییتر است به نام مگاترون، یک چیز جالب نوشته، گفته که ایران در این دور اول درگیری سر اسرائیل پیروز شده. یعنی اولین نمیتو کشوگیری که شد اونا پیروز شدن. با 3000 جنگجوی حماس کل اسرائیل در موجی از هرج و مرج بی سابقه فرو برده. کل کشور اسرائیل در سنگراب قائم شدن. همه چیز متوقف است، دیگه چیزی کار نمیکنه. این ضعف کل سیستم اسرائیل نشان داد. حالا یک ظرفیت نظامی 650,000 نفر حد اکثری ارتش اینا بسیج کردن، علاوه بر ارتش قبلی 360,000 نفر دیگر رو بسیج کردن که چی کنن؟ چیره نظام حاکم در اسرائیل فاش شد با تمام ظرفیتش. حالا دیگه از روی خشم و بیفکری اول خب با کشتار غیر نظامیان و کودکان در غزه شروع کردن. همیشان میگه که بزنین، کلشان حماسی هستن. اما اینمی زدنا مردم غیر نظامی را همیشه تبدیل به حماس میسازه. چرا؟ اقتصاد جنگی به وجود میه. او که نان نداشت، آب نداشت، همه بخی زندگیش که ته کشید، پیشنهاد ماشین جنگی برش است که اینق ماش یعنی اسلحه. انگیزه هم داره به خاطر از اینکه قبلا دخترش یا پسرش یا زنش در حمله هوایی هم کشته شده. یعنی خدا خود حماس اینا به یک پهلوان آینده تبدیل نمی کنن. بنابراین هر کسی که خب ای مگادرون میگه که هر کسی که فکر میکنه ایران اید نمیفهمید که اسرائیل ممکن است بعد از این حادثه به غزه حمله بکنه، اشتباه میکنه. ایران تمام محاسبات خود داره که در دور اول ضربه را ما زدیم، ای جوش میکنه، یعنی جوش کرده، نه حتی گپ زدن دیپلماتیک بیادشان رفته، درون خود بیرون میتن در برابر افراد غیر نظامی. اشتباه نکرده که محاسبات ایران صحیح بوده. آلی هم میفهمه که اینا با طرف غزه میاین. چرا قبل از این هم چندین بار اینا وارد غزه شده بودن؟ آخرین بار در سال 2000
14 بود که بدون کدام دستاورد از جا فرار کرد. ایران کشاندشان، ایران فرارشان داده بود. آله با ورود به غزه در دور دوم این دیگه ویژگی داره، متفاوت است. در این دور دوم نوبت حزب الله است، زخم زدن نوبت حزب الله است. از همین خاطر است که اینا حالا ایران ماندن که چی میشه. خب یا به طور کامل درگیر جنگ میشن حزب الله، یا اسرائیل به تدریج با یک جنگ تدریجی مبتلا و بی‌ثباتی غیر قابل علاج میسازند. اینی برنامه هم است. این جنگ جنگ استراتژیک است، یک جنگ تاریخی است، جنگ ایدئولوژی است، جنگ تمدن است، جنگ ادیان است. اگر اینمی زیر ساختای مثلا علت العللی خود نمی داشت و اخی جنگ ها ختم شده بود. بسیار ریشه دار است. سوال این است که حماس و غزه چی می کنند در برابر تهاجم؟ حالا چهار طرف محاصره هم از یک نقطه کوچک کل دنیای عرب هم میلایشان کردن. اینجا یک کودای است در این قضیه که ما او رو باز کرده نمیدانیم. با توجه به آمادگی این بار حماس به احتمال زیاد دارای انبارای عظیمی از تسلیحات سبک اما بسیار کارا هستند که جبر صدمات بسیار سخت به ارتش پیاده اسرائیل میزنند، حتی به ارتش ماشینزه. چرا این کار میکنه؟ که راه بر مرحله سوم جنگ هموار شود. متوجه میشین؟ ایرانی ها تنها ایران در این جنگ نیست، ابتکار در دست مدیریت در دست ایران است، روسیه و چین قطعا ما باور دارم که اینا هستند. چرا این ادامه جنگ اوکراین است؟ ادامه جنگ افغانستان است اصلا. از اوج زدن خلاصشان کردن، اونجا تمام شد، آل اینجاست. حال را بر مرحله سوم جنگ در خاور میانه در غزه شروع میشه، هموار میشه. او چی است؟ مرحله سوم چیست؟ اسرائیل با این آب و تاب یا با این غر و فشه که داره، با این احساسات، با این خون گرمی که از خود نشان میده، با این بیباکی لفظی و تهاجمی که نشان میده، اینا را میکشانن به طرف یک جنگ زمینی با وسیله سازمان های مختلف شبه نظامی که همون چیزی به نام محور مقاومت که میگن. در سراسر خاورمیانه و خاور نزدیک این جنگ علیشان به یک موج تبدیل میکنن، هم سر خودشان تهاجم میکنن هم اینا را وامی دارن که تهاجم بکنن. اینی مرحله سوم جنگ است. در صورت چی میشه؟ هر کار میشه دیگه. اولش اینیست که امریکا مستقیم وارد جنگ باید شود. چرا از پادگان خود دفاع کنه؟ از اسرائیل؟ مثل که هدف اصلی همین ماجرا که ابتدا از غزه شروع شده همیگم باشه. همین مرحله تکاملی جنگ. خواهی بسیار قابل پیش بینی است. جنگ نیابتی نهایی علی امریکا. در اون صورت چی اتفاق خواهد افتاد؟ اوکراین خب نتیجه نداد. در اینجا نتیجه خواهد داد؟ در برابر چندین گروه در خاور میانه و خاور نزدیک اینا بجنگند. اینا را با یک جنگ اسلامی بسیار فراگیر پیچیده و دست و پاگیر که شباهت به خانه زنبور داره گیر می اندازند. کی را؟ امریکا را. این البته برداشت های ماست در این حاشیه حوادث. تا بعد.
Thank you.